ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. یکی از علامتهای بزرگ قیامت طلوع خورشید از مغرب هست. صبح که انسان از خواب بلند میشه متوجه میشه که خورشید به جایی که مثل همیشه طلوع بکند برعکس طلوع کرده. و رسول صلی الله علیه و سلم فرمود حتی قتل الشمس من مغربها، انسان گناهکار این فرصت بهش داده شده تا توبه کند و برگردد تا اینکه خورشید از مغرب طلوع بکند، اون وقت دیگه باب توبه مسدود میشه و باب توبه بسته میشه. یکی دیگر از علامتهای بزرگ قیامت خروج چهارپاست، خروج دجال هست. حیوان چهارپا خارج میشه همزمان با خروج دجال و ظهور دجال، و این حیوان چهارپا کارهای عجیب و غریبی میکند که در احادیث بیان شده و الان مجال اون نیست که ما بهش پردازیم. یکی دیگر از علامت‌های بزرگ قیامت نزول عیسی بر زمین هست. حضرت عیسی که خدای متعال رفعه الله او را بالا برده، برعکسی که امروز مسیحیان و یهودیان معتقد هستند، اصلی است در دینشان که حضرت عیسی به صلیب کشیده شد، به دار آویخته شد، اعدام شد. اما قرآن با تأکید میگوید حضرت عیسی بل رفعه الله الیه، خدای متعال عیسی را به آسمان بالا برده. حالا معلوم نیست به کجا رفته، در کجا مستقر هست الان، در یکی از کهکشان های راه دور که سفینه های فضایی انسان ها به اونجا نمیرسه، پودر میشه. حضرت عیسی در اونجا مستقر هست و هنگامی که علامت های بزرگ قیامت ظهور بکند حضرت عیسی دوباره به زمین بر میگردن. ظهور یعجوج و ماجوج، این هم یکی از علامت های بزرگ قیامت هست که در آخر زمان ظهور میکنن، فسادهایی در زمین برپا میکنن، کارهای عجیب الخلقه انجام میدهند. یکی دیگر از علامتهای بزرگ قیامت بلند شدن دود از زمین هست که انسانها از راه دور مشاهده میکنند دود خیلی عظیم از زمین بلند شده و در قرآن به معنای دخان از آن نام شده. دخان یعنی دود، دودهای سنگین، دودهای خیلی سیاه و وحشتناک. و سوره در قرآن هم به همین صورت خدای متعال ناظر کرده، سوره دخان. یکی دیگر از علامتهای بزرگ قیامت این هست که قرآن از زمین در آخر زمان بلند میشه، قرآن از بین مردم بلند میشه و این به این معناست که مردم به قرآن عمل نمی کنن، توهین میشه به قرآن، اهانت میشه به قرآن و خدای متعال قرآن را از بین مردم بلند میکنه. و آخرین علامت از علائم بزرگ قیامت که دیگه بعد از اون هیچ علامتی وجود ندارد، حتم خانه خداست، خانه کعبه خراب میشه. و در احادیث از حدم خانه کعبه و خراب شدن کعبه مردی حبشی و سیاه چهره سنگ به سنگ، آجر به آجر، دانه دانه خانه کعبه را با خیال راحت خراب می کند تا آخرش. و مسلمانان هیچ قدرتی ندارند در اون روز. مسلمانان بر اثر جنگ، بر اثر فتنه ها، بر اثر هرج و مرجی که بین خودشون افتاده، همدیگر کشی، برادر کشی که بین خودشون افتاده، قدرتی ندارن که جلوی این مرد سیاه چهره را بگیرن تا کعبه خانه خدا را خراب نکنن. وقتی خانه خدا خراب شد دیگه آخرین علامت از علائم بزرگ قیامت ظهور پیدا کرده و بعد از اون دیگه عمر دنیا به پایان خواهد رسید.